کهربا چیه و چرا اینقدر ارزشمنده؟ با نام یاد خدا، با سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیزم و همچنین دوستان علاقمند به رشته سنگشناسی. با یکی دیگر از کلیپ‌های سنگشناسی با شما هستم و در این قسمت میخوام توضیحات کامل در مورد شناخت سنگ کهربا و چرا ارزشمند هستش رو خدمت شما توضیح بدم. با ادامه ویدیو با ما همراه باشید. کهربا که در انگلیسی بهش انبر گفته میشه، ماده طبیعی، عالی و بعضن شفاف با سختی 2 الی 2.5 در مقیاس موز هستش و از سمق فسیل شده درختان به وجود میاد. اگه بخوایم راحت تر به درک مسئله برسیم، کهربا شاید دیده باشیم، اونایی که باغ دارن تو طبیعت میگردن، اون شیره های مخصوصی است که از تنه درختان میاد بیرون. البته در مورد کهربا این سمق مخصوص درختان کاجمانن هستش که از این خانواده، از درختان این خانواده به وجود میاد که با مرور زمان که سخت شده و به فسیل تبدیل میشن، کهربا ایجاد میشه و دارای خواص درمانی بسیاری هستش که از قدیم الایام از خواص بیشمار این سنگ استفاده های بیشتری شده. خب دوستان، واژه انبر که برای کهربا گفته میشه از یک واژه عربی که یک ماده مومی شکل و رنگی هستش و از انبر ماهی جدا می شده در قدیم الایام، از همون واژه استفاده شده و به نام انبر اسم کهربا گذاشته شده. و اما چرا کهربا میگن؟ کهربا در واقع یک واژه فارسی هستش که از اسمش معلوم هستش، کهربا، در واقع کهربا هستش، چون کهربا یک حالت مغناطیسی داره و شاید یک تار مو یا کاه یا چیزهای ظریف مثل آتشخال باشه، اونا رو حالت مغناطیسی که داره میاد بر میداره. به همین خاطر از این کلمه استفاده کردن که رباینده کاه هستش و بهش گفتن کهربا، که به مرور زمان به کهربا تغییر اسم داده. کهربا به دلیل تشکیل شدن از سمق زلال و چسبان درختان غالباً در جنگل میتواند حاوی بقایای گیاهان و جانوران ریزی باشد که درون نوع شفاف آن به وضوح قابل مشاهده میباشند. این گوهر دارای ساختاری یک نواخت بوده و از نظر کریستالی آمورو یا بیشکل است. همچنین سطح آن به صورت ناصاف و ترکدار است. و قابل احتراق هستش. و بعد از سیگل شدن دارای جلایی سمغی تا شیشه‌ای داره. معمولاً چنانچه با پارچه مورد مالش قرار دهید،
به علت جریان الکتریسیته ساکن، خاصیت جذب اجسام کوچک مثل خرده کاغذ رو داره که گفتیم قبل. کهربا به صورت مات تا شفاف در رنگ‌های زرد روشن تا قهوه‌ای، قرمز یا تیره و نارنجی، متمایل به سبز، تقریبا بیرنگ، سیاه، سفید، شیری و آبی دیده میشه که اینجا چند تا نمونه است تماشا میکنید. البته اینا تسبیحاش هستن که مورد استفاده قرار میگیره. در کرانه های دریای بالتیک انواع روشنتر آن یافت میشه. در بازارهای جهانی نمونه های شفاف قرمز رنگ جزو گرانترین نوع های کهربا به شمار می روند. از آنجایی که در سالهای اخیر سنگ های مصنوعی بسیاری با شباهت های نزدیک به طبیعی تولید شده اند، کهرباهای مصنوعی به سرعت در حال تولید و فروش در بازارها هستند. نمونه‌ای که مشاهده می‌کنید یک نوع کهربای احیا شده هستش. چون کهربا نادر هستش و این نمونه‌ها که داخلشون حشره هستش واقعاً کم پیدا میشن، این نمونه های مصنوعی و احیا شده که جوری ساخته میشن که شبیه به طبیعی هستن در اکثر موزه ها و ویترین ها دیده میشن که تفاوت زیادی بین اصل و این نمونه های احیا شده هستش. الان از این نمونه ها تو بازارها وفور پیدا میشه. کهربا از دوران باستان، از دوران پارین سنگی تا به الان جواهری بسیار ارزشمند و دارای تأثیرات فراوان بر روی انسان ها بوده، به طوری که قبلا این سنگو طلای دریاها مینامیدند، چون هم کمیاب و هم دارای ارزش درمانی و جواهری بسیار بالایی بود. بعدها این سنگو به نام اشک نهنگ هم مینامیدند یا اشک بالها مینامیدند که استفاده های بیشتری از این سنگ می شد، که در دوران باستان از این سنگ برای ساخت جواهرات خاص، اشیاء تزیینی و ظروف استفاده می شد. هرچقدر این سنگ لمس می شد انرژی بیشتر و همچنین باعث می شد که میکروب های بدن کشته بشه. شاید از کاخ کاترین که در شهر سن پترزبورگ روسیه وجود داره چیزهایی شنیده باشیم، که یک اتاق مخصوص از کهربا وجود داره که توضیحات این کاخ و این اتاق که با کهربا ساخته شده بیشتر هستش، که بعداً یک کلیپ حتما در مورد این اتاق خواهم ساخت که کامل از ارزش بالای کهربا استفاده بکنه و اطلاعات مفید در مورد کهربا در این اتاق رو داشته باشه. بعدها که در عصر حاضر از کهربا تسبیح های زیبایی ساخته میشه
مدارهای زیبایی ساخته میشه، گردن آویزهایی که باعث میشن بعضی از بیماری های پوستی تأثیر داره که اینا رو کامل درمان میکنه و استفاده بیشتری داره. و کهرباهایی که داخلشون حشره وجود داره دیگه روی اینا، اونایی که حالا از قدیم کشف شدن تو موزه ها هستن، واقعا نمیشه روی اینا قیمت گذاشت. یعنی یه چیز نادر، یک ماده نادر و بسیار ارزشمند. خب در اینجا اگه بخوایم بگیم که چطور حشره رفته داخل کهربا، حشره وقتی که فسیل نشده بوده، کهربا همون ماده بوده، جالبه بدونید که حشره ها دوست دارن از این ماده تغذیه کنن. وقتی به این حالت، وقتی که شل بوده، اون مراحل اولیه بوده، حشره که میخواد از این تغذیه کنه، چون چسبناک هستش میچسبه، پاشگیر میکنه و میمونه. رفته رفته اون لایه ها اضافه میشن روی کهربایی که از اول بوده، بعد همونجور داخل کهربا حبس میشده. به مرور زمان که فسیل شده، اینم داخلش مونده که شرایطش این شکلی هست، این مدلی ایجاد شده.